زنی جلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعظين وكان الله غفورا رحيما. ترجمة: پیامبر به زنانت، به فرزندانت و به زنهای مردانی با ایمان بگو که آنها رویماهایشان را به سر فرو آورند، چونین شناختن آنها آسان می شود و دیگران آنها را از کنیز و زنهای فاحشه یعنی جلب فرق می کنند و زیر طمع یعنی با چشم طمع نظر نمی کنند و زیر دشنام نمی گذارند. قرآن سوره الازحاب آیت 59. برای چی در اینجا چنین گفته شده است؟ من در اندیشه افتادم، چون که خداوند می گوید پیامبر به زنانت، به فرزندانت و به زنهای با ایمان بگو که ستر عورت کنند، یعنی به سر رویمال پوشند و دست و بازو و قفسی سینه خود را و پایهای لوچ خود را بپوشند. و در دوام می گوید با این رفتار آنها خود را از زنهای بی ایمان و زنهای بی روحه، در آنجا کلمه جلب آمدگی است، یعنی که جالب، جلب کننده، زنهای بیروها یعنی جلب که فاحشه، آنها را با این سطر دیگر مردم فرق میکنند، یعنی که از زنهای جلب. از اینجا ما چگونه خلاصه براریم؟ گفته میتوانیم که زنهای سرلوچ، پایلوچ، با مینی یوبکا، با رانهای لوچ و قفسی سینه لوچ رو ما جلب گفته میتوانیم یا فاحشه، یعنی که زنهایی که به فکرم شما فکری من رو فهمیدین، زنهایی که با مینی یوبکا میگرند، با فوتبالکه و کفتیچکه هایی که پیشش کشوده است، یا اینکه با سویتر های زمانوی ترنگ می پوشند، بروک های ترنگ و موی های سردوده می گردند، اینها رو ما می توانیم جلب گوییم. دوستان عزیز، شما در همین مورد چه اندیشه دارید؟ فکرهای خود رو در کامنتار نویسید. من این موضوع رو دوام دادنی و وینده دویم قسمی نوار می براید بزودی. خدا نگهدار.